خب قبل از اینکه من فیلمو شروع کنم و بگم اصلا اینجا کجاست و چرا دارم این ویدیو رو میگیرم، اینو بهت بگم که من قبل از اینکه بخوام بیام تایوان متاسفانه میکروفونم خراب شد بعد از 2 سال و پسش دادم که حالا قرار شد یه نو بر من بفرستن که متاسفانه دیگه ما اومدیم و نشد من میکروفونم رو بگیرم. حالا اگه که صدای من یکم بد میشنوی بدونید مال اون قضیه است که من میکروفون ندارم، ولی مهم نیست، مهم محتوای ویدیو است. خب جونم برات بگه که اینجا دانشگاه مینچی تایوانه و یه داستان خیلی قشنگ پشت این دانشگاه هست که دلم میخواد برات بگم که ممکنه شنیدن این داستان بهت کمک کنه که اصلا دیدتو نسبت زندگی یا همون کار کوچولی که دارید انجامش بدی و شاید برات بی‌ارزش باشه عوض کنه، و یا اینکه امید به آینده رو تو بیشتر کنه، تو تقویت کنه. من برم اونورم بهتون نشون بدم که از اینجا شروع کنیم و داستاناتون تعریف کنم و بریم. خب همینطور که دیدی من این خیابونو بهتون نشون دادم، چه خیابون خوشگلیه، من عاشقشم. اینجا نوشته که دانشگاه مینچیه، در واقع تکنولوژی، دانشگاه تکنولوژی مینچیه تایوان. از اینجا بهتون نشون میدم و بعد قراره که قسمت قشنگ داستان بهتون نشون بدم و نمایی از دانشگاه رو ببینید. آهان بذار داستان خود اینو براتون تعریف کنم که چرا پیام داره اینجا کار میکنه. این خانم ملیزه که داری توی تصویر میبینی، ایشون دانشجوی دکترای پیام توی آلمان بود که پارسال دکتراش تموم شد و داشت فکر میکرد که آلمان بمونه یا برگرده، که یه پوزیشن پروفسور رو بهش معرفی کردن توی تایوان و برگشت توی این دانشگاه شروع که به تدریس. پیام که سالهاست با دانشگاه تایوان در ارتباطه و الان به خاطر ایشون ارتباطش خیلی خیلی بیشتر شده و ما سالی چند بار میایم تایوان. خب بیایم اول ورودی دانشگاه، اینجا ورودیه و بعد میام سراغ اینجا که یه نمادی از صاحب این دانشگاه است، کسی که این دانشگاه رو ساخته. اینو به عنوان نماد برنج و این آقا که میبینید این دانشگاه رو ساخته، که ایشون یه کارگر ساده بوده، توی مزرعه کار میکرده با مادرش و برنج برداشت میکرده و میفروخته. حالا داستانش رو براتون تعریف میکنم. اینم ببینید، اینم دوچرخه‌ایه که باش کار میکرده، میبرده برنج میفروخته، که دیگه الان کاملا زنگ زده. آها اینم دفتر کارشه و اینم انبارش. دانشگاه فوق‌العاده بزرگیه، یعنی دقیقا مثل یه شهر میمونه و مناظر خیلی خوشگلی داره که من خیلی خوشم میاد ازش. اینجا یه کافی شاپ خیلی خوشگله که هر دفعه ما میایم اینجا بالاخره به این کافی شاپ دعوت میشیم، چون قهوه فوق العاده خوبی داره و همچنین محیطش هم خوشگل و آرومه. در ضمن یه قهوه که میخواد برات درست کنی 1 ساعت طول میکشه، چون از اول تا آخرش رو خودش انجام میده، همون لحظه برات درست میکنه این دونه های قهوه رو و بعدا درست میکنه، بخاطر هم یکم طول میکشه که برات قهوه رو بیاره. و انواع و اقسام قهوه ها رو از سر تا سر دنیا اینجا داره، یعنی هر قهوه که بخوای برات درست میکنه. خیلی قهوه شو دوست دارم، بذار ببینم شیرینی هم داره یا نه، شیرینش هم خیلی خوشمزه است. های شیرینی خیلی خوشمزه، یعنی چیست کیکشو دفعه قبل خوردیم عالی بود، عالی بود. خب بریم بشین داستان براتون تعریف کنم. آقا پیام با همکارش برن کارشون انجام بدن و ما بشنیم یه گوشه، برن بشنم اون گوشه براتون داستان تعریف کنم. اینم کافه من که در محیطی دلپذیر آورده شد، جاتون خالی کاش بودم مزهشم بهتون منتقل کنم، حیف. خب
داستان این چیز براتون تعریف کنم، این آقای وانگ یونگ چینگ براتون تعریف کنم که چی بوده اصلا جریانش. این خب توی خانواده فقیر زندگی میکرده که با مامانش برنج میکاشه توی مزرعه و بعدا میفروختنش و حالا درآمدی کسب میکردن. این آقای چونگ در واقع، یا چینگ، آقای چینگ اسمش هم یادم میره، این یه ذره بزرگ میشه و کمک کرده به مامانش توی فروش برنجا. و چه اتفاق میفته؟ میاد به ذهنش میرسه که خانواده متفاوتی ازش برنج میخریدن دیگه، میاد اسم اون خانواده رو مینویسه، خانواده که ازش برنج میخریدن، و میدیده که مینوشته هر دفعه که ازش برنج میخریدن چقدر برنج میخرن و در سال همه این خانواده ها چقدر برنج مصرف میکنن. در آخر سال به یه نتیجه میرسه، مثلا این خانواده 2 تا کیسه برنج استفاده میکنن، این خانواده 3 تا، این خانواده 5 تا، خلاصه اینطوری. و یعنی یه جور برای خودش حسابداری میکرده. بعد میاد و سال دیگه که میخواسته برنج بفروشه به اون خانواده ها پیشنهاد میداده، میگفته که مثلا شما 5 تا کیسه برنج تا آخر سال نیاز دارید، میخواید همشو همه الان براتون بدن، و مثلا یه تخفیفی هم بهشون میداده و اونام قبول میکردن. و اینطوری بود که کم کم وضعش خوب میشه و همه خیلی خوششون میاد، بخاطر اینکه جوونه خیلی باهوشی بوده و خلاصه فقط از این برنج میخریدن. و ایشون وضعش خیلی خوب میشه، یه دفتر بر خودش میزنه، یه در واقع یه انبار بر خودش درست میکنه و هی روز به روزم وضعش بهتر میشده. و در سال 1963 میاد این دانشگاه رو تاسیس میکنه به امید اینکه مردم کشورش تحصیل کرده بشن و بتونن زندگی خوبی رو در آینده برای خودشون ایجاد کنن، درست کنن برای خودشون. در واقع خب این سال 1963 تاسیس میشه این دانشگاه توی قسمت نیو تایپه و 61 هکتار هم هست این دانشگاهی که میبینید، خیلی بزرگه. تا جایی که یادمه یه نفر از دانشجو دفعه قبل که اومدن گفت که این خانواده چینگ توی یکی از ساختمان‌های اصلی در واقع این دانشگاه، اون ته که ساختمان لاکچری هم هست، زندگی میکنه. حالا اگه تونستم برام بیرون دیدمش دوباره براتون حتما فیلمشون میگیرم. قهوه هم بخورم، یخ کرد. حالا نتیجه گیری داستان چیه؟ میدونم که خودتو حتما داستان رو خیلی تجزیه تحلیل کردی، نتیجه خیلی خوبی گرفتی، ولی من همیشه میگم که سنگ بزرگ علامت نزدن. آدم میتونه از قدمای کوچولو شروع کنه، ولی ایده ها و هدفهای بزرگی توی ذهنش داشته باشه. قطعا مهم اینه که کارش رو با عشق انجام بده و با فکر، یعنی این فکره میتونه ایده های جدید به ذهن آدم برسونه. و آدم توی همون کار کوچولویی که داره، که میگم شاید بی ارزش باشه الان در ابتدا، ولی بعدا ممکنه که به یه بیزینس فوق‌العاده تبدیل بشه، مثل این آقا که در واقع یه برنج فروش معمولی بوده ولی بعدا اونقدر وضعش خوب میشه که حالا چند کارخونه پیدا میکنه و تأسیس میکنه و به فکر این دانشگاه میفته و خلاصه به اینجا میرسه، یه برنج کار یا برنج فروش خیلی معمولی که با اون دو چرخه بود که زنگ زده با اون کارشو شروع میکنه. و البته اینم بگم که یکی دیگه از چیزایی که باعث موفقیت آدم میشه این با انگیزه بودن. این انگیزه خیلی خیلی مهمه که آدم هیچوقت امید و انگیزهشو از دست نده. اینکه تو بدونی آخر کارتو، بدونی که این به کجا ختم میشه، رویاهاتو بتونی متصور بشی و با فکر پیش بری دائم، یعنی اون قدمات ممتد باشه، یه جایی دوباره استاپ نکنی، بگی که آقا ولش کن، من که به هیچ جا نمیرسم. اون ادامه خیلی مهمه که تو ادامه بدی کارتو و امید تو هیچ چه از دست ندی. این هم بهتون نشون میدم دستگاهی که این قهوه رو که چه رنگیه، رنگش رو روشنه، میاد با این دستگاه بوم میده و بعدش هم قهوه‌ای خوشمزه رو درست میکنه. حالا دقیقاً این بره سمت چپ دانشگاه توی ورودی، اون سمت که دیدین بهتون نشون دادم خود آقای چینگ بود، و اینجام یه حالت مزرعه درست کردن برای مادرش، یه حالت مجسمه مانند درست کردن و داره حالا برنج مثلا برداشت میکنه. ولی حکمت این که اینو اول دانشگاه توی ورودی دانشگاه گذاشتن اینه که آقای چینگ وقتی که وارد دانشگاه میشده همین ابتدای دانشگاه گذشته خودشو میدیده و به هر حال
میدیده که از کجا به کجا رسیده و گذشته خودش را فراموش نمی کرده و همچنین برای دانشجوام یه امیدی باشه و یه انگیزهی باشه که بیشتر تلاش کنن و زندگیشون رو بسازن و یه چی میگن درس عبرت باشه برای جوونا و دانشجوهایی که اینجا درس میخونن. و دقیقا پشت این منظرم مجسمه باشکوه آقای چینگ رو میبینید که نشون میده ایشون از کجا به کجا رسیده و خب به هر حال ایشون در سال 2008 فوت میکنن ولی همچنان به عنوان یک کارآفرین موفق به عنوان یک سرمایه دار توی تایوان قابل احترام هستن. چون خیلی طولانی میشه این ویدیو میذاریم به همین داستان اکتفا میکنیم توی همین ویدیو و ویدیو بعدی رو سعی میکنم در مورد خود دانشگاه مینگچی و اینکه چه رشته‌ای توش تدریس میشه چجوری میشه براش اپلای کرد اینا رو حتما براتون توضیح میدم، پس حتما ویدیو بعدی هم نگاه کنید.